یه وقتی در انگلستان در یه مجله نوشته بود میخوندم، یه خانمی زایید، پسرش هیچ شبیه بهش نبود، به پدر هیچ، اصلا یه جور دیگه بود پسر. نزاع شد بین مرده و بین زنه. مرده میگفت این بچه من نیست، زنه میگفت این بچه منه، میگفت من کسی دیگه ندارم. نزاع رو به محکمه کشید، محاکم عرفی روز در انگلستان، محکمه کشید و محکمه فحص خونش کردن، دیدن خونش مثل پدره اما شکل هیچ شبیه پدر نیست. محکمه حکم کرد به اینکه این بچه پدر نیست، چون شباهت هیچ نبود بین هما. حکم را زن استیناف کرد، یعنی از سر گرفت. و این جز مفاخر اسلام معلوم باشه، یعنی حسب تتبع ناقص من قبل از اسلام حکم خلاص می شده، یعنی اگر حاکم حکم می کرد منتهی می شد موضوع. اما اسلام، خود پیغمبر این قانون جعل کردن. اگر فرض کنید من رفتم با شما نزاع دارم سر دکانی، رفتیم پیش حاکم، حاکم دکان به شما داد، من حق دارم این حکم را استینافش بکنم؟ یعنی بریم پیش یه حاکم دیگه بگم آقا اون حاکم هم اشتباه کرد، آدم خوبی هم اشتباه کرده، استینافش بکنیم حکم را؟ باز دفعه دویوم حاکم دویوم هم گفت دکان مال آقا، من حق دارم برم دفعه سیوم پیش حاکم سیوم و حکم را تمیزش بکنم؟ من که خودم را مظلوم میدونم، میرم پیش حاکم سیوم میگم آقا اون حاکم اول و حاکم دویوم اینها به نظر من اشتباه کردن، تو ببین قصه‌مون را. اول مقرر این قانونم خود پیغمبر هستن و دنیا بعد از پیغمبر این قانون از پیغمبر گرفت، یعنی تا الانم اینجوریه که اسمش میذارن حکم اولی و حکم استیناف و حکم تمیز در لغت عربی، دفعه سیوم حکم. این خانم حاکم اول حکم کرد بر علیهش، گفت بله بچه من این شوهر نیست، خب استیناف کرد حکم، رفت پیش حاکم دویوم در انگلستان. حاکم دویوم هم بعد از فحص و تدقیق و اینها حکم کرد که بچه مال این مرد نیست، بر طبق حاکم اول حکم کرد. رفت پیش حاکم سوم که مرحله سوم، دنیا تا حالا سه تاره قبول داره، چهارم دیگه قبول نداره. بله دنیا یک چیز داره و اون این است که میگوید اگر سه تا حاکم حکم کردن رئیس اعلای دولت باز حق داره حکم را نقض بکنه، از بابی که فوق القانونه به اصطلاح دنیا، این را دنیا میگه، نه اینی که خلاصه حق استثنائی این در نظر دنیا، نه حق قضائیه. رد پیش قاضی سیوم خانمو، قاضی سیوم هم فحص کرد، دید دوتا حاکم ها درست گفتن، بچه مال شوهر نیست. یک مدتی گذشت و هنوز حکم صادر نشده بود، یه روز قاضی گفت که چون مستحب است که قاضی با علما بشینه، علامه و شهید و اینا نوشتن، و فحص کنه جوانب قصه را، این چی میگه اون چی میگه، این کجاست اون کجاست، این کارا رو زیاد بکنه چون میخواد حق را بیان بکنه. و از پیغمبر روایت داره لسان القاضی بین جمرتین من نار، زبون قاضی بین دو تا گل آتیشه، یه خورده به این میل کنه رفت تو آتیش، یه خورده به اون طرف میل بکنه رفت تو اون آتیش دیگه. قاضی سوم یه فحصی کرد و دید زن خیلی صادق لهجش، از اون طرف حسب موازین این بچه هیچ شبیه به این مرد نیست، خون شبیه به خون مرد هست. یه قدری فکر کرد و گفت حالا یه چند روز صبر کنید تا من فکر کنم در حکم از این حرفا. و بعد از تفکر یه روز سر نزده قاضی آمد خانه این زن و مرد، آمد خونه این زن و مرد و گفت خب این اتاقاتون چه اتاقاییه؟ گفت این اتاق طعام و خوراک، این اتاق کتابخانه است، این اتاق استقباله که مهمونا میان، این اتاق. گفت خب اتاق خوابتون کدومون؟ گفتن این اتاقه. آمد تو این اتاقه، زن و مردم هر دو بودن، چون تو خونه بودن هنوز نزاع بود بینشون. خلاصه آمد تو این اتاقه و یه نگاهی کرد و گفت خلاص شد قصه، بچه مال توست ای مرد صد در صد. گفت چطور خلاص شد قصه؟ گفت این عکس رو میبینیش بالای سر جای خوابتون گذاشته، این کیه؟ گفت این که از خیش قومای ما از قبل از 50 سال مرده، مثلا 50 سال 60 سال یه جوانی بود،
گفت خیلی محبوب بود. گفت نگاه کن این بچه عین این جوان است و تو در وقت مباشرت با زنت این تو ذهنت بوده، منعکس شده تو این بچه. شوهر گفت راسته، من همین جوان تو نظرم بود، یادم اومد. این تو روایات ما داره در کتاب نکاح از فقها، نگاه کنید فقها اینو نوشتن که مرد در وقت مباشرت با زن حق نداره فکر یک کسی دیگره بکنه، چون تأثیر تو بچه میکنه. این تو روایات ما هست، در کتاب نکاح وسائل هست، در کتاب نکاح جواهر هست، در سایر کتاب نکاح این نوشته شد. به مرد گفت که چون تو تفکیر کردی فکرت منعکس شد، خلاص نزاع حل حل شد، معلوم شد این بچه این آغاز فقط چون در حال مباشرت یک فکری کرده فکرش به خارج منعکس شد. فکر در علم امروز شعاع میده، حتی فکر، یعنی این تصدیق همون روایات و آیات قرآنه. الان در دنیا اگر در کتابهایی بخوانید، یه مدارسی هست به نام مدارس جاسوسی، بین این آقا و بین اون آقای معلمش 1000 کیلومتر راهه. این در یک اتاق تنها میشینه در یک وقت، اون در یک اتاق تنها میشینه در همون وقت، این القاء فکری به اون میکنه، اون تو ذهنش میفته. کتاب های امروز نوشتن، شاید خیلی هاتون هم خونده باشد، فکرها فکر میکنه، القاء فکری میکنه برش، اون تو فکرش میفته با یک تدریبی. خلاصه تدریب داره وسه که دیگه محتاجی نباشن به اینکه لاسلکی بزنن و بیسیم بزنن و آدم بره، اینا با اشعاع فکر بهش میرسونتش. یه مثالی تو لسان ما هم متعارف هممون میگیم آقا قلب شما شاهده، که من راست میگم، من شما رو دوست میدارم، قلب شما چطوری شاهده؟ یا تو لغت عربی میگن القلب یهدی الی القلب، یعنی قلب به قلب دیگه ربط داره، هدایت میکنه اون رو. خلاصه ماها باید فعالیت تقوا پیشه‌ای بکنیم، تقوایی که نه اینکه زبونمون و چشممون و گوشمون و دستمون و شکممون و اعضا و جوارحمون را تحت رقابت بیاره، حتی فکرامون هم تحت رقابت بیاره. نار الله المقدح التي تطلع على الافئده، یعنی آتش خدا به قلبا میرسه، یعنی بدنا رو پاره نمی کنه، به قلب میرسه. این آیه دو تا مطلب توشه، یه دونه مطلب مطلب خارجیه، چون اگر قلب گناه کرده اینجای بدن که گناه نکرده، به چه مناسبت اینجا بسوزه؟ التی تطلع علی الافئده، وسطا رو نمی سوزونه، میره همون قلب می سوزونه. چرا؟ چون قلبش تفکیر کرده دیگه، این تفکیر حرام بود، تفکیر نفاق کرده، تفکیر کفر کرده، تفکیر شرک کرده، این تفکیرها حرام بوده. اشعه میره اشعه جهنم تا به اینجا هم میرسه. تقوا معناش اینه که حتی قلبای ما تحت کنترل بیاد. تو این دعام که الان خوندیمش، و قلبی به حبی که متیما، یعنی خدا یک کاری بکن که قلب من اینجوری بشه. اینا شرایط تقواست. فعالیتم میخواد، زحمتم داره، دوندگی هم داره، یه چیزی هم نیست آسون تحصیل بشه. حالا ما واقعیش طلبه ها باید همینجوری که درس میخونیم واقعا تحصیل تقوا بکنیم، واقعا زبانمون و گوشمون و چشممون و دستمون و پامون و جوارح و اعضامون تحت کنترل ایمان واقع بشه. واقعا باید اینجوری باشیم، دائما متذکر خدا باشیم. خدا تو قرآن فرموده فذکرونی اذکرکم، شما دائما یاد من باشید، منم دائما یاد شما هستم. وقتی اسمش میشه تقوا،